دیروز سالم حساب بندر برم پویانت بر این دراهی دیروز سالم حساب بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دیروز سالم حساب دستم بگیر و دهایم کن براهی دیروز سالم حساب یالا بکن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درود نگو شعر بگو سرود نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد همه خدا اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا کشی اکبری زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن بود چوبه دار ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما حادثه دوم انقلاب 57 خمینی قتل عام مخالفین خون برای نهضت حسینی می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم بچم از باران متنفر بود. بچه نورفانه تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد. ای مفتی شهر، از تو پرکار داریم. با این همه مستی از تو هوشیارترین. تو خون کسان خوری، هر روز خوری. ما تو خون کسان خوری و ما خون رزان، رز غزن به فرانسوی و انگور میگن غزن، غز غزن. ببینید انگور مال ایران، شراب مال ایران، 7000 سال پیش نوشتیم سابقه شراب سازی داریم. میگه تو خون کسان خوری و ما خون رزان، بهترین شراب میگن شراب روزه است. انصاف بده، کدام پرکار داریم؟ انصاف بده، کدام پرکار تری؟ من دیگر بار در همین آغاز برنامه میخوام از همه مهربان یاران عزیزم در سراسر جهان سپاسگزاری کنم، همه یاران دیرین ما که نسل اندر نسل نشستن و با ما همراه بودن. من هر هفته که میگذره پیام‌هایی از ایران دریافت میکنم که عزیزان و بزرگوارانی پدر مادر خودشون از دست میدن و برای من میگن که سیاوش اوستا پدر من، مادر من در تنهایی خانه، در غربت، در این ستم تازی حاکم به تو می گوش میکرد، چه میکرد، بس میکرد، ولی آخر و بچه های رو تا همین امروز شاهد هستم که مهربان و یار ما موندن که سه نسل، یعنی پدر بزرگشون یا مادر بزرگشون، پدر و یا مادرشون و بعد امروز اینها همچنان در راه خردورزی و اندیشه آریایی دارن پیش میرن، هیچ ناامیدم نشدند و نمیشند و راه خودشون رو دنبال میکنن تا ایران آزاد و سربلند بتونه رو پای خودش وایسه. بچه ها تا الان شما پیروزید، از این نترسید که در ایران بیش از جمعیت ایرانی، یعنی تو 90 میلیون
بالای 40 میلیون غیر ایرانی هستند، غیر ایرانی هستند. ولی شما از این اصلا بی حراس حاضره هیچ نگران نباشید، سرزمین شماست و پیروزی با شماست. و شکی نکنید که سلحشورانی، دلاورانی همچنان که تا کنون آمدند و این شورش ها را آفریدند و چه کردند که به پیروزهایی دست یافتید، پیش از این چنین نبوده است، چنین هم نخواهد ماند و بیش از این شما به پیروزی میرسید. اگر احیانا شما فیلم های چیزایی ببینید که این حرامزاده های تازی حاکم میزنن، بچه ها میزنن عقب صندوق، عقب ماشین خونی میکنن، اینا نترسید. اینا رو میخوان نشون بدن عمد ولی فقیه اینه که شما رو بترسونه، یعنی ترور و تروریزه کردن. ترور یعنی ترساندن. وقتی که یکی رو ترور میکنن، ترور میکنن که یکی دیگر رو بترسونن. وقتی باید کار تروریستی رو، خشن رو نشون میدن برای اینکه شما رو بترسونن، میگن گفت چی بلایی سرت میاره، نه ترسید، شیرید شما همتون و در میدانید و نبرد ادامه داره و شما بدونید که هر روزم براتون یه توطئه تازه‌ای میسازن. امروز میخوام در رابطه با یک مسئله که مدت ها بود نمیخواستم در موردش من صحبت کنم، مطرح میشد و اینها، ولی امروز چون به مرحله حساس و قوی و قدرتمندی رسیده و باز دارن میلیاردها دلار، میلیون نه ها، میلیاردها دلار استعمار نو داره خرجی قضیه میکنه که میلیون ها نفر رو پیرو خودش بکنه، من باید باهاتون صحبت کنم. قضیه مربوط میشه به مهدویت، امام زمانی، ولی عصری و غیره. در ابتدا آشنا اگر هستید با افکار اندیشه های سیاوش اوستا، میدونید که ما از کتاب از میترا تا محمد وقتی اینو نوشتیم 1981، این من در لبنان که بودم به عنوان اتروهه و تز دکترای من در اونجا نوشتم و هم در دانشگاه دمشق، دمشق میگن، اونا میگن دمشق، و هم در بیروت، این تز من بود از میترا تا محمد. بعد این کتاب الان در من با خدا رقصیده اومده. در اونجا من مطرح کردم و میگویم که سوشیانت به عنوان رهبر ناجی و کسی که میاد نجات میده انسان رو، یک تفکر ایرانی آریایی است که از کهن ما بر این باور بودیم که در هر دوره، در هر زمانه شما یک رهاننده دارید، یک سوشیانت دارید. حالا بعضی وقتا گفتن هر 100 سال یه بار میاد، هر 1000 سال یه بار میاد. 1000 سال که دوره، برای اینکه مثلا زرتشت ما یکی نداشتیم، این نظریه سیاوش اوستا ثابت هم شده، زرتشت هایی داشتیم در آخر در تاریخ، ولی آخرینش 3700 سال پیش بوده مثلا. متوجه میشید؟ حالا سوشیان، هر زرتشتی خودش یک سوشیانت، یک نجات دهنده است، یک رهبر آزادی بخش. هر مانی، مزدک، بودا، مسیح، موسا، اینا همه سوشیانت هستند. ولی در نگاه اوستای آریایی که ما مطرح کردیم، گفتیم که تقریبا هر زمانی شما یک سوشیانت دارید، یک رهاننده دارید. اون رهاننده حتما شمشیر به دست نیست که بیاد با شمشیر بزنه مثل یعقوب لیث و نادرشاه و رضاشاه و بابک خرمدین و مثل قرامته ما و مثل خیلی های دیگه، مثل هرمزان و اینها، بیان بهمن جادویه و اینها حتما با شمشیر برای رهایی بیان. بسیاری از اوقات اینها با خرد، با اندیشه، با دانش، با بینش دادن به مردم میان اینا را از منجلاب جهالت و نادانی نجات میدن. بعد اینها توشون هر کدوم یه زرتشت به وجود میاد، هر کدومشون یک ناجی میشن، هر کدومشون یک سوشیانت میشن، یک رهاننده میشن. تئوریه که من از ابتدا داشتم همون روزهای نخست بود که انقلاب سیاه ایران پیروز شد، ما کارمون با نشریه ارشاد شروع کردیم. ارشاد یعنی آگاهی بخشی و کنسیانس. اون موقع هنوز وزارت فرهنگ و جهانگردی محمد رضا شاه رو که این انقلابیون پلید وارثش شده بودن، نامش رو عوض نکرده بودن بگذارن ارشاد. این رو به شما بگم که بدونید. آقای دکتر مهدی ممکن
الان زنده است، هنوز نمیدونم کجاست، پاریس بود یادش به شادی، الان نمیدونم ایران است یا خارج است. ایشون پاریس بود، تبعید شده بود، معاون رئیس جمهور بود اون موقع. قبلی که معاون رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بشه، معاون وزیر اطلاعات و جهانگردی بود که وزیر بود آقای ناصر میناچی، دکتر ناصر میناچی که وکیل حسینی ارشاد بود وقتی محمد ارباب، محمد همایون اونجا رو ساخت، ایشون رو آورد شریکش کرد، چون یه وکیل لازم داشت، چون وکیل بود که هم وکیلش باشه هم شریک اونجا باشه، بدونی که سرمایه‌گذاری کرده باشه، وکالت اونجا رو مثلا بهش داد و سهام هم بهش داد و شریکش کرد. آقای دکتر ناصر میناچی انسان خوبی بود، وزیر، اولین وزیر بود در دولت اول پس از انقلاب سیاه و بعد هم زود رفت کنار. ایشون مهدی ممکن معاونش بود، یعنی معاون وزیر در امور مطبوعات بود که میبایستی پروانه و اجازه میدادن به نشریات تازه که میخواست منتشر بشه. در همون روزهای نخست انقلاب سیاه من مدارکی رو آماده فراهم کردم و به ایشون مراجعه کردم. 20 سالم بود، من 20 سالم بود و به ایشون رفتم پیش ایشون و مدارک رو دادم بهش و به خودش دادم. مهدی ممکن رو رفیق ما بود اون موقع، از دوستان سابقه، بهش دادم و گفتم که من این رو تقاضای این رو دارم. ایشون هم همونجا، چون روزنامه منتشر میشد، یعنی ما روزنامه رو در مشهد، روزنامه ارشاد رو منتشر میکردیم، در اول کوچه تلفن خانه هم دفتر ما بود، در اون دفتر شقایقی که پیش از انقلاب سیاه داشتم شده بود دفتر نشریه ارشاد، آگاهی بخشی به فرانسوی، ما به کنسیانس مشهورش کردیم و معروفش کردیم و معرفش کردیم. ایشون آقای دکتر مهدی ممکن از طرف وزیر به ما پروانه داد و همونجا نوشت که با انتشار این نشریه به سردبیری فلانی موافقت می شود. اونجا که ما اینو گرفتیم و اومدیم و بعد حتی چند شماره هم منتشر کردیم، اسم وزارتخونه اینها ارشاد نشده بود هنوز. اینها لازمه شما بدونید، چون مردمی که نمیدونن ناآگاهن داوری‌های باطل میکنن. مثلا خوشبختانه اگر هفته پیش من به شما گفتم که پدر، مادر، خواهر مادر و همسر آقای خامنه‌ای رو من میبردم سینما و یا ساواک اینا رو گرفته بود، من رفتم آزادشون کردم، امکان داشت تو ذهنی خیلی ها بیاد ای بابا سیاوش اوستر از ساواک رفته اینا رو آزاد، خب چرا آزاد کردی؟ ای میبردی اینا رو سینما چرا میبردی؟ این زمان پیش از انقلاب بود. شما بینید در همون بوه انقلاب، این میخوام بهتون بگم، در همون بوه انقلاب رضا قطبی و آقای نصر کردن زنده هستن و خانم فریده دیبا و دخترشون اینا میان کاغذ مرگ رو میدن به شاه میخونه، توبه نامه رو. اصلان افشار نزدیکترین فرد به شاهنشاه اینو گفته، قاطع واضح اسم هم برده و و و و و و به خود منم گفته، بس صداش همچنان دارم، خیلی بیشتر واضح تر. یعنی پادشاه رو وادار میکنه که میاد، من صدای انقلاب شما رو شنیدم، دستا بالا، دیگه از این بعد قول میدم تکرار نشه، تخلف نکنیم، فلان نکنیم و و و و و و و که بعد البته شاه ناراحت میشه از خوندن اینو، پرت میکنه، اول نمیخونی، بعد میام به زور بهش میگم، وقتی میخونی تا آخر عمرش ناراحت بوده از این قضیه و حتی 10 بار رضا قطبی میخواد بیاد دیدنش، شهبانو خودش میگه، شهبانو نوشته، میگه 10 بار گفتم میخوام پسر دیگه، ما گفتم میخوام بیام دیدن، گفت نمیخوام بیاد. یعنی اینجوری بود موقع که ایتوریا نبود که، موقع شهبانو عزیز ما، همین شهبانو قربون اونقدر بلش برم نازش اداشو بگردم، شهبانو ما میره پیش آیت الله خویی توی عراق دعا میکنه، یه انگشتر میده دعا خونده که بیاد بده به شاه، شاه انگشتر دستش کنه انقلاب وایسه. اون موقع اینجوری بودن هنوز تفکرات. شما اینا رو باید در نظر داشته باشین، برای اینکه خوشبختانه وقتی من اون طرح اون قضیه کردم به خاطر که دلم میخواد واقعا وارد مذاکره صلح بشن اینها، این صلح انجام بشه با اسرائیل و غیره، این همزمان شد با مرگ رضا قطبی، که شما به این نکته توجه بکنید که دیروز با امروز فرق میکرد، پریروز هم با امروز فرق میکرد، پیش از انقلاب هم تا حالا فرق میکرد. یعنی پیش از انقلاب همون مثلا شما در نظر بگیرید، به جز این جریان کشتن محمد رضا شاه
با خوندن اون نامه، اون همه خدمات انجام داده اینا، چون نامه ننگین رو میدن بخونه و بعد نمیذارن یه بار بخونه. همونطور که نشتن تیک کلید دوربین میزنه، یارو چون محصول را تیردین مستقیم میخونه، یعنی خودش ها میگه حتی نذاشته من یه بار اینو بخونم. حتی یه بار قبلش میخونی که وقتی پرت میکنی میگه نمیخوام میکنم، ولی بخونی که یاد بگیر که مثلا غلطی ملتی خط خوردگی داشت شاخون کاغذ اینا. خب شما از این که بگذرید، از این که بگذرید، آقا همه اعتصاب میکردن، اعتصاب شده بود دیگه، مملکت همه اعتصاب میکردن، اعتصاب شده بود. آقا رادیو تلویزیون ملی ایران هم که آقای رضا قطبی مدیرش بود 15 سال از اول تا اون هم اعتصاب میکنن. برای چه اعتصاب کردن؟ برای حمایت از خمینی، برای پشتیبانی از خمینی و انقلاب، برای پشتیبانی از همون نامه‌ای که دادن شاه بخونه. وگرنه رادیو تلویزیون این همه الان که تملق از دست رفته رضا قطبی میکن، همه سید رضا قطبی، علی رضا، عبدالرضا، عبدالرضا، همه اینو میگن که وضع مالی همه خوب بود، رادیو تلویزیون مثل نیروهای نظامی خونه داشتن، مثل ارتشی ها حقوق خوب داشتن، در رفاه بودن رادیو تلویزیون ها. چرا اونجا انقلاب اعتصاب کردن؟ برای که خمینی حمایت کنن. چرا نزدین تو گوششون؟ شما رئیس رادیو تلویزیون بودی و میزد تو گوشش؟ نه خودت می تو بلامه میگوله. یعنی اینکه بچه ها این که میگن نسل سوخته پدرشون انقلاب کرده مادرشون قتل، اینا نه چرته. انقلاب رو گوادلوپ کرد و عناصر مخفی که در درون رژیم بودن اینها با خمینی بودن که اینا رو ما شرط دادیم دیگه، هر روز نباید براتون تکرار کنم. این سیستمی بود که یک سیستم اونجا حاکم بود، اینها انقلاب کردن. مثلا گل سرخی، آقا گل سرخی میارنش تو تلویزیون، بعد یارو مارکسیسته، آقا کمونیسته. عجب دنیایی، چقدر ساده ایم ما. یارو میگه من کمونیستم، من مارکسیستم، من سمیرم، من فلانم. امام حسین هم با بحبر انقلاب بوده، امام حسین برای ما یک چکوارا. خب چرت و پرت هایی که محمد گفت پخش کردن، چون اول ایشون سید بود گل سرخی، مثل همه سید های دیگه که اینا تو انقلاب دست داشتن، چون سیادت باید حاکمیت میکرد. این رضا شاه که اومد سیادت رو گرفت، لباس آخوندی گرفت، فلانی گرفت، حالا بسر شکم هم. بعد از همه مهمتر افراد دیگه که مثل یارو اومده به دروغ میگه صمد بهرنگی رو کشتن، همین دیروز میمیره بوتش میکنن. بعد کسی که میره برای خمینی و خامنه‌ای شعر میگه و شعر میخونه، یهو بوت میشه همه جا. آقا ترامل سراب بزرگ دوران ما، ما خب ایرج جنتیته چی شایر غمبری چی ترانه سراهای دیگه که داشتید مسعود امیرزون چی اوی گریه چی شد اردلان سرفراز چی؟ اردلان سرفراز حالشو میپرسید؟ ترانه سراهای یارو که کمونیست بوده، چریک فدایی بوده، مأمور سانسور بوده، تا همین دیروز هم کار میکرده سانسورچی رژیم هم بوده، تو برای خامنه‌ای هم رفته شعر خونده، همه هم دیدن شنیده، آقا یهو بزرگش میکنن، همه هم در بعد حسناش میبینید، اونها تو را تلویزیون بودن دیگه. احمد شاملوان رادیو تلویزیون بزرگ کرد، استاد عباس پهلوان، استاد عالی قدر ما الان وجود دارن مجله فردوسی، ایشون اولین مطالب احمد شاملوان، احمد شاملوان شعرشون پس تصحیح میکنی عباس پهلوان بعد چاپ میکنه، اینا رو بزرگ میکنن، بعد اینا محفل تشکیل میدادن، محفل داشتن. همین آقای بهمنی که فوت کرد، ایشون جدا از محفلی که داشته یکی از عناصر مهم نشر افکار اندیشه های چپ و مارکسیستی و کمونیستی در ایران بوده، چون دو تا چاپخونه رهبری میگرد، یکی تو دسفول یکی تو تهران، چاپخونه داشت زمان شاه. چاپخونه مهمترین کار بود که تو رسمی و غیر رسمی میتونستی کتاب چاپ کنی، اعلامیه چاپ کنی، روزنامه چاپ کنی، پخش کنی اینا رو با جلد سفید کتاب چاپ کنی. خب اینا اونا بودن دیگه، همینا بودن که حالا میخوام بگم خوشبختانه این اتفاق افتاد که با مرگ رضا قطبی توان شد، با همینی که من گفتم بهتون که من اینا بردم سینما شما دارم، تا اون موقع علی خامنه ای با همه آخونده دیگه مخالف بود، با همه اینا یه آدم دیگه بود اصلا، اصلا یک کلمه اون موقع شما علیه شاه در موردی از این حرفی نمیشنید، نه اون علی شریعتی علیه شاه صحبت نمیکردن. حالا بگذاریم، اخیرا علی خامنه ای باز اومد یه صحبتی کرد که در رسانه‌های عربی جهان
خیلی عکس عمل داشت، چون من رسانه ها رو به زبان عربی، فارسی، فرانسوی، عبری، رسانه های اسرائیلی اینا رو همه رو گوش میکنم، در جهان همه اخبار ها هستم. این رسانه های عربی از حرف علی خامنه‌ای که اومد چند وقت پیش بخاطر همین عربی اینا گفت جنگ ما و جبهه حسینی ما در برابر یزیدیان زبان ابراهیم همچنان پا بر جاست، یزیدی و اینا، یه گفت یک آمد با دوباره جنگ شیعه سنی رو همین که هم مطرح کرد، جنگ شیعه و وهابی رو مطرح کرد، غافل از اینکه یه سیستمیه که دارن چند سال ازش بهره میبرن. حالا امروز میخوام روی قضیه برای شما صحبت کنم. اون سیستم مسئله امامت، مهدویت، امام زمان، ولی عصر، همین سوشیانتی که بهتون گفتم، سوشیانت در فرهنگ ما یک چیز فرانسوی میگم پوزیتیو، مثبته، یعنی انسان رو میسازه که هر لحظه بگه من الان سوشیانتم. کیان پیرفلک میشه سوشیانت، زرتشت میشه، نیکا شاکرمی میاد روسریش میسوزونه یه کار استثنایی انجام میده میشه سوشیانت، نیکا سوشیانت، زرتشت زمان است. مجید رضا رهنورد میاد میشه زرتشت زمان، یه سوشیانت، یک سخن میگه، یک حرفی میزنه، در تاریخ میمونه، مسیر جدیدی رو برای همه وام میکنه که افرادی مثل پرنس رضا پهلوی میاد پیرو او میشه. خیلی مهمه. اینا سوشیانت. باور به سوشیانت ما پوزیتیوه. بت پرستی نیست و چشم به راه بودن نیست که چونجا منتظر بشینی که یکی میخواد بیاد تو رو نجات بده. اصلا چنین چیزی نیست. از روز نخستم که با مهر یزدان پاک من با شما سخن گفتم، از 14 سالگی من سخن گفتن رو برای شما در رسانه های معتبر ایران و جهان مطرح کردم. من در نشریه مردم، مال حزب مردم، دبیر کلی ناصر عامری که پیش از اون آقای اسدالله اعلم این حزب رو پایه گذاشته بود، نویسنده بودم از 14 سالگی. در مجله کاریکاتور من طراح و نویسنده بودم. در روزنامه نبرد ما در مشهد آقای هوشمند صاحب امتیازش بودن و در روزنامه خراسان و آفتاب شرق. بعد 14 سالگی می نوشتم اونجا و بعدم که دیگه اومدیم پاریس، بعدم که انقلاب سیاه شد و اینا، که ما چند تا کتاب نوشتیم و بعد اومدیم بیشترش کردیم، همیشه من یک نکته رو گفتم، بچه ها خبر دارن میدونم، یک نکته رو گفتم، گفتم همه شما باید بشید امام، سوشیانت، رهبر، زرتشت، استاد، همه شما باید بشید استاد، همه شما باید پولدار بشید. پولدار، پول خیلی مهمه تو زندگی و زمانه. این چرندیات اینه که میگن آقا پول یعنی چی، ولش کن، پول دنبالش باشید، مشروع، حسابی، پولدار میتونید بشید، میتونید از صفر شروع کنید پولدار بشید. ما در ایران نمونه داشتیم، ایلقانیان، خیامی ها، خانواده های خیامی عزیزم، هیچ رابطه هم باشون ندارم، یک قیران طالب من پول ندارم، از جان پول نگرفتنیم شما بگم بدونی، خب خیامی هایی کشون زنده است نمیدونم، من پولمون از کسی نگرفتم، ولی اینا افتخار ایران بودن. خسروشاهی، خسروشاهی شرکت مینور تو ایران داشت و بعد الان پسرش دارا خسروشاهی اوبر داره تو تمام دنیا، میلیارد کار میکنه. اینا کسانی بودن که از صفر شروع کردن اومدن بالا و پولساز شدن. حاجی های دیگه فلان، حاجی لطه داشتیم تو مثلا، حاجی اسماعیلی حتما نواش اینا زندن، حاجی قفلی داشتیم، این حاجی هم میلیونر بودن. اینا همه از صفر شروع کردن به کلی پول رسیدن، یعنی با کار کردن، ذکاوت. دو تیپ آدم داریم تو زمان، همیشه گفتم، یکی که به یک حقوقی که آخر ماه میگه میگیره میسازه، یکی دیگه نه، تا یک پول میاد دستش میزنه به بیزنس، بیزنس بیزنس آقلانه، نه که شرکت های موازی، نه که بری قمار بزنی لاس وگاس، اینجا بری دوویل بزنی قمار یا آنگن اینا، نه، پول میاد دستش با شعور کار میکنه. من وقتی فکس در دنیا تازه وارد شده، فکس هیچ که نمیده فکس یعنی چی، یهو شدم فروشنده فکس در فرانسه، در خیابان شانزلیزه 100 تا 100 تا 50 تا 50 تا 10 تا 10 تا به کمپانی بزرگ فکس میفروختم. هنوز خیلی نمیدونستم فکس اصلا یعنی چی، کامپیوتر رایانه، هنوز هیچ کلمه نمیدونست ایمیل یعنی چی، اینترنت یعنی چی. من در شانزلیزه همین اندیشگاه اوستایی که داشتیم، انستیتو اوستا، همین مدرسه، همین دانشگاه، همین اندیشگاه، بخشی رو گذاشتم به آموزش دادن
اینترنت به مردم؟ اینقدر آدابار ما آموزش دادیم یارو نمیدونست اینترنت انترنت فرقش با هم چیه؟ چرا اصلا نمیدونست ایمیل یعنی چیه؟ بزرگان ما کردن مثلا ایرانی ها یارو عکسش میبین میگم ای تو گذاشتی اون شعورش اصلا بعضی ها هنوزم نمیرسید شما بگم ما تلفنی حتی الان تلفنی ما شده من سال 95 تلفنی به دوستانم در امریکا در جای دیگه اینترنت یاد دادم آدرس ایمیل براشون باز کردم اونا که رایگان بود ولی پاریس فرانسوی رو ازشون چیز میگرفتیم 5-6 تا پایگاه در پاریس داشتیم ما به همه اینترنت یاد میدادیم کلاس اینترنت و غیره اینی که تو میتونید شما پولدار بشین باید ذکاوت داشته باشین ذهن داشته باشین چیز نو که اومد بگیرین چیز نو رو دنبالش برین بریم بالا همه اینا که الان جف بزوس شده بیل گیت شده اینا همه میجوری بودن حالا درسته بعضی اینا باباشون پولدار بوده ننهش پولدار بوده ایلون ماسک خب پدرش پولدار بودن اینا ولی خیلی دیگه اینا از صفر شروع کردن استیو جابز که مرد یک نفر اهل سوریه بود اینجا رفت آمریکا چیکار خب پس من پولدار شدن و سوشیانت امام زمان شدن رهبر شدن فلان شدن استاد شدن هدفم بوده برای همه شما یه چیز دیگر هم نمیدونید به شما بگم الان به خیلی ها در جامعه جهانی ایرانی وقتی که میخواییم بایشون صحبت کنیم بهشون میگیم استاد 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 این استاد من مد کردم استاد و من مدش کردم شخصیت هایی هستن که استادن واقعا کسانی رو تربیت کردن مثلا شما عباس پهلوان رو بگیرید سردبیر فردوسی امروز که اصل دخترشون هم مدیر این استاد عباس پهلوان آدم پاک و با شرفیه که همیشه به فکر ایران و میهنش بوده و نمیدونه چه کسایی رو این پرورش داده یعنی مجله فردوسی به جامعه ایران و بعد جهان معرفی کرده خیلی آدم های معرفی استاد دیگه استاد وجه میشین؟ و من حد میشم به بچه ها گفتم آقا تو هم باید استاد بشی الان بچه های هستن که من افتخار آشناییشون در همین پاریس داشتم اون موقع 17 16 14 12 سالشون بود الان بعضی بازنشسته شدن چون 45 سال گذشته اینا 30 سال خورده کار کردن که بازنشسته میشن دیگه در ناسا کار کردن وکلای بزرگی شدن پزشکان بزرگی شدن، جراحان بزرگی شدن، اینا افتخار ما بودن. اصلا هر کی میومد اصلا تو دفتر ممنونم گفتم تو میری جهانی باید بشی، تو میشی، تو اون میشی، تو اون میشی، تشویق. ها؟ خب ما همه گفتیم بس سوشیانت بشین. ولی این ملاها که تشکیلاتشون کلن یه تشکیلات ساخته و پرداخته یه استعمار هست دیگه اینا رو گفتیم حالا بحثش نمی کنیم اصلا واژه و اسم و لقب که همه استعماریه اینها مرجعیت را آفریدن که باز مرجعیتشون کار استعماریه با این مرجعیت الان هر کی بهت بگه آقا من از این آخوند حمایت میکنم تقلید میکنم تقلید مقلد اینم مرجع من اینه او یارو انقدر خر میشه الان یکی از کارهایی که خر شده توی سالها علی خامنه ای مملکت ما رو ویران کرده همین مرجعیتشه اسماعیل هنیه میومده ما شما مرجع تقلید ما یا ما شما ما با یارو رئیس جمهور با وزیر با او فلانه ما درگیریم اینا ولی شما مرجع تقلید ما هستیم رجب طیب اردوان آقای رجب طیب اردوان ایشون با آقای گلبدین حکمتیار تو افغانستان الان طالبان نمیذارن کار کنه حالت خوبه این با گلبدین حکمتیار بود بعد همون موقع چون گلبدین حکمتیار با ایران بود این از همون موقع بره با علی خامنه چف میکنه میگه آقا تو امام مایی ما شیعه ایم ما مساجد ما رو بیا ببین عثمانیه تو ایران زده الله محمد علی فاطمه حسن و حسین فاطمه علی حسن ما شیعه ایم تو هم رهبر مایی تو مرجع تقلید مایی برای همینه که اونجا اگر رجب طیب اردوان رشد کرد الان قدرت شده برای مردم خودش خوب کار میکنه برای مردم خودش خیلی خوب کار میکنه شوکتی به ترکا داد اونجا که بیا ببین سرکوب کرد کردهای ما رو به سوریه هم بکرد و کاراش اونا رو ولی میخوام بگم به ترکا رو تو دنیا برد بالا یه قدرتی شده الان قدرت جهانی تا میتونه تو پای جمهوری اسلامی تو پای عربستان سعودی تو پای اسرائیل میکنه از همین هم استفاده میکنه رنگ وارده ولی این رو کی بزرگ کرد علی خامنه‌ای با پول شما
همچنان که دیگه ایران و عراق و جای دیگر هم شنیدین، آفریقا و اینا رو شنیدین، و 50 میلیون اینا به حساب خودشون شیعه ساختن در آفریقا با پولش. چرا؟ چون مرجعیت یورو نمیتونه همدقل و ولار بگه سیاه پوستای آفریقایی مرجع نه تقلید میکنه. خب حالا در همین رابطه یک تئوری از این مزخرفات احادیث و روایات که میدونی از زمان صفویه ده ها هزار صفحه نوشتن احادیث و روایات، بهار الانوار. بهار الانوار رو دیدین؟ همونجور که من بهتون گفتم رساله علمیه اینا رو یاد بگیرین، هر روزم بگیرین. من سپاسگزار بچه ها هستم که چیزای کوچیکی ما رو میان در یه دقیقه در میارن، الان همه همه جو میفهمن. آقا 33 تا قبل پیامبران یهودی تو ایران و ایران که کسی خبر نداشت. 35 سال پیش ما در کتاب پرسیا 7000 years of civilization ایران 7 میلیون دو سیویلیزاسیون به زبان انگلیسی فارسی اینا نوشتیم تو دنیا. خود یهودی ها خیلی الان نمیدونن. من دیدم بچه‌ها چه چیز کوچیک قشنگی درست کردن پخش می‌کنن که آقا مثلا خبر داری که 33 تا قبل یهودی تو ایران. خب کسی خبر نداشت. یهودی ها حتی توی ایران هم زیارتگاه و مقبره دارن. جالبه کلن 33 تا از پیامبرای بزرگ دنیا توی همین ایران خودمون دفن شدن که از جمله اونا میشه به نوح و یونس و شعیب و لوط و ایوب و یعقوب و شیس اشاره کرد که البته در جای جای ایران پراکنده شدن. جالبه یهودی ها بیشترین مقبره پیامبر توی ایران رو دارن. یونس، جرجیس، ارمیا، اشعیا، یوش ابن نون، دانیال، جالوت، اشمویل، داوود نبی، سام و یعقوب از جمله پیامبرای یهود توی ایرانه. میگن مقبره مانی پیامبر ایران باستان هم توی ایرانه که یه جای حوالی دزفوله. معروفترین قبر پیامبر هم خالد ابن سنان در استان گلستان و ارتفاعات کلال است که به خالد نبی معروفه. یعنی علاوه بر هزاران امامزاده مقبره پیامبرانم داریم. شما تا حالا میدونستین؟ بسه خیلی چیز دیگه ما در بودیم بچه ها پشت گرفتن. حالا اینو میخوام بهتون بگم که الان باید اینم که گفتم رساله علمی سهروردی پول سینا دانشمندان و این ورقوزات ما رو انگلیس از زمان صفحه برداش رساله علمی رو کرد رساله عملی. او که دانش بود، عقل بود، خرد بود، آگاهی بود، تمدن بود، فرهنگ بود، پزشکی بود، فلسفه بود، چه بود برداشت؟ رساله عملیه. رساله عملیه چیه؟ چجور بری تو مسترا شاش بکنیم اگه سقف خونت خراب شد افتادی پایین تو تخت خواب پاید این مادر بزرگ که تن بود باش خوابیدی بچه که بیداری این مادر خرابات که تو هم الان هم مدت هاست که این از همین احادیث و روایت های چرت و پرتی که ساخته بودن یک مسئله را از زمان احمدی نژاد مطرح کردن به عنوان آخر زمان و سید یمانی. سید یمانی ظهور میکنه، زمینه ظهور امام زمانو فراهم میکنه. مواظب باشید. این موقع اینا تبلیغات چه کردن؟ اینا بیشتر خط قابله این موقع این بود که اینا بگن این سید یمانی قابله، چون سید یمانی هست، سید خراسانی هست و سفیانی هست. خب این که خراسانیه میخواستن بگن این اول گفتنم بلن بعضی شو میگن کدوم خراسانی که علی خامنه‌ای دیگه، این امام زمانه دیگه، این اصلا خودشه دیگه علی مزا. و بعد چه یهو این جنگ جهان که شروع شد پولم که نامه دارن یهو این آمدن تو عراق یک سید یمانی در آوردن از سال 1999 یک آقای رو به نام احمد ابن حسن، اسم اصلیش قاطع هست و یه اسمشون گرفته، اسمش هست احمد اسماعیل بصری، اهل بصره است، بعد احمد حسن یمانی و و و و این یهو بنده خدا داشت درس مرسی میخوند میسی که چند میلیون دلاری سعودی ها عجب انگلیس ها اینا خلاصه از طرف وجود نجات میدادن. الان هم همه چیز با پول ها، یعنی شما اگر فردا دیدید یک آدمی که شما چیز میدادید پشت سر چقدر پشت سر چقدر دادم شما نماز میخوندین یهو دیدین خودتون فروختن، دیدین یهو مملکت فروختن، زنشون رو فروختن، بچه‌شون رو فروختن، یارو زن و بچه خودشو اینو بهتون بگم امروز بدون وقت میگم زن چه بودن من فنی نگویم، یارو زنای بی‌نهایت بی‌شماران
زن بچه خودشه که دارد میذارن اینا تو هواپیما میفرستن خارج، یک پولی هم میدن که اقامت بگیر کار بگیر، بعدم برو با یک کسی عروسی کن فلان کن اینا کن، یارو خودش اونجا بره تجدید فراش بکنه، زن جوان‌تر بگیره و کارهای دیگه بکنه. اینا که زنه نه، انقدر از اینا رختن تو خارج چی حد نداره، یارو زن بچه خودش میفروخته، فروختن دیگه. همه اینا که تو قدرتن، همه اینا که تو قدرتن شیغه دارن فلان دارن، از زن خودشون فلان. تو خارج از کشور خیلی از بانوان نازنین و مهربانی هستن که این بانوان با فرزندانشون از ایران خارج شدن با رضایت خود شوهره، شوهره هم بهشون یک امکانات داده گفت برو پیکار دیگه ما اینجا کار خود بکن. خب وقتی اینا تا اینجور هستن، حالا سید یمانی خیلی راحت با ما 50 دلار تا 1000 دلار 100 دلار مورد پیدا میکنه. مورد هم تو هدفشون اینا عراق نیست، خود یمن، یمن میگن، یمن سوریه نیست، هدف ایرانه. در ایران الان این مهدویون زیاد شدن، از قبل هم که انجمن مهدویه بود تا جتیه و مهدویه حاجی حلبی و آخوندی عابدزاده، بعد افراد بسیار مهمی مثل آیت الله خزعلی اینا، آفت الله، آیت الله خزعلی اینها، یا از رهبران اینا بود که شیخ آخوندی رو میبره پیش خمینی که آقا اینا بیا برای تو کار کنن، مصباح یزدی، ناصر مکارم شیرازی، حداد عادل، آدم های قدرتمند در داخل خود این نظام، اینا مهدوی هن، منظر امام زمان هن. او یمانی گفت ما یمانیم، ازش تقلید واسه اصلا ترگیر شد، با یک گده از مراجع تقلید فتوای قتل احمد رو دادن، ولی یه دی تو ایران پول رسیده بهشون، همه دارن هم حمایت مجرمی نکنن. حالا اصلا اینا بگذارید، این چند سال پیش یه گروه درست میکنه که حمله کنن به آیت الله سیستانی رو بکشن، آیت الله سیستانی، آیت الله سیستانی که بهش حمله میکنن، خب خونش زیر پوشش امنیتیه، چهار تا آخوند نگو نشستن، یه افسر آمریکایی نزدیک حمایت میکنن. آقای بارزانی اومد تو دفتر من با لباس شخصی، افسر آمریکایی ازشون حمایت میکردن، بالا پایین هم در هر وقت میومد معاصره بود فلان بود فرانسوی حمایت میکردن، این ساده های بابولی از ما حمایت میکردن، ما ماشین ضد گلوله ما فلان، تو که میادی چه روزی که چه حالا اینا این یو یمانی پامانی یارو روش اشاره ببینید، نه نه تپیر گفتانی حمله کرد که سیستانی رو نابودش کنه، گفت مراجع تقلیدی که با ما مخالفن بکشیم، از سیستان شروع کرد آتا امریکت 60 نفر اینا رو کشتن. چون اینا شک نکنید، این میگن ولی شایع نیست، درست آمد. آقای یمانی، آقای سید یمانی، احمد اسماعیل بصری، قاطع با گاف میمیسن بزن قاطع، همون قاطع بابا، این هم کشته شد. البته بهتون بگم این بابا از اون دهی که هست یک بار دیگه همین یمانی ظهور کرد، اون زمان صدام حسین بود. خوب گوش کنید، این کسی نمیدونه، من بهتون بگم زمان صدام حسین هم که نقشه برای ما کشیده بود که هی معابدین عراقی رو میفرستاد، هی گروه های تروریستی چپ فدایی و فلان و فلان اینا رو سازماندهی میکردن، همین گروه ها رو صدام حسین سازماندهی میکرد، همین گروه شمخانی، منصورون شمخانی که الان میگن بچهش روزی 10 میلیون چقدر دزدی میکنه فلان، همین آقای علی شمخانی، ما بارها گفتیم بهتون، شمخانی مأمور صدام حسین بود، با پول صدام حسین، با حسین رضایی، با خیلی که بچه‌اش تو کشت حسین رضایی، همین حسین رضایی، بچه خودش احمد جان قربونش برم، دلم میسوزه هر وقت دلم بار مادرش میسوزه، مادر احمد رضایی دلم میسوزه. هر وقت میرفتم لس آنجلس پیش بیژن خلیلی شرکت کتاب، این زودتر نیم ساعت اونجا بود، یا مثلا جای دیگه ما همون چه صحبت میکرد، هفت سوالای داشتم، بچه روشن، آگاه، بچه تو کشتن دادی وقتی که، خب اینا همه منصورون بودن اون موقعی که صدام حسین بعثی اینا نجات داده چیز ساخته بودن، حالا هم حزب بعث یمانی ها رو، حزب بعث زنده است، تمام عراقی بعثی بودن، تمام عراقی در رفاه و پول و امکانات خوب زندگی میگردن، وقتی صدام حسین به تو که میرفت اونجا پناهنده میشدی دلار هزار هزار دلار میداد، دو هزار دلار به مردم خودش که بیشتر میداد که،
مردم توی لیبی و توی عراق که کار نمی‌کردن پول می‌گرفتن، مثل کویت و اینا بود. ولی اونجا چون چپ بود با سوسیالیستم بودن زیاد تبلیغش نمی‌کردن. خب این بچه‌ها همه زنده بودن، این بچه‌ها الان پشت همونی که معاودین رو فرستاد ایران همه بچه بودن که الان فرمانده سپاهن و تو ارگان‌های بزرگ حتی رئیس قوه قضاییه ما شدن و حتی فلان شدن. همین نجفی‌ها همه که متعلق نجفن هم بچه‌ها بودن دیگه. حالا الان اون موقع صدام حسین این استای امین سید یمانی رو فرستاد ایران، یعنی اومد تو ایران شروع کرد به چاپ کتاب و فلان و اظهار چیز کردن و که این فلان ترتیب شدن رفت. حالا یارو دید دکون خوبیه، ارتباطات خوبی هم دارن با ارگان های قدرت جهانی میلیاردی دلاری که پول میدن، این اومد جاشی گرفت و بعد این پولارشون تو ایران رو خرچه هم تو ایران کلی مورید زن ساختن، کلی آدم برن، آدماشون تریبون هم دارن. تریبون هم که میدونید 100 دلاریه، 200 دلاریه، 50 دلاریه. بعضی از تریبون ها شما 100 دلار، 500 دلار، 1000 دلار میدی صحبت میکنی و اینا تریبون هم دارن. الان جنگی که برای فردا ایران راه انداختن می جنگ یمانیه، آخر زمانیه، یعنی بگن زمان داره میاد. همه هم شما در نظر بگید در ایران هر کی مذهبی مسلمونه خر امام زمانه، شک ندارید بی. همچنان که خر حسینن، خر فاطمه و زینب و فلان و علی و اینا هست، خر امام زمان هست. حالا غافل از اینکه اینا نمیدونن امام زمان، امام زمان یعنی آقا مهدی. ما میگیم سوشیانت، یهودی ها که از ما گرفتن، یهودی ها میگن موشه. مسیحیت هم که باز از ما گرفته میگه مسیح، یعنی ناجی، نجات دهنده. بودایی هم دارن، بودا میگیم یاد. شیعیان میگن مهدی، مهدی هدایت کننده، ناجی. همه این از میت، میت میترا میاد. میترا از کوههای پامیر تاجیکستان میاد پایین، مردم خودش رو روشن میکنه، آگاهی میده، خرد میده، نخستین زرتشته، بعد از اون زرتشتای دیگه میان و وقتی میخواد بمیره مثل عقاب میمونه. میترا جلو مردم نمیمیره، برمیگرده تو کوه، تو کوه میمیره، در غار میمیره. وقتی داره میره میگه هر 100 سال یک بار من میام برای نجات شما، ناراحتی نشد. آقا میگه آقا کجا داریم یه قرمونت باشه چه دیگه یه قهوه دیگه. آقا میترا، میترا خواهش کن که نه من دیگه باید برم، این تن فرسوده شده است، دیگر نمیتواند بار روح بلند مرا بکشد، من میروم، اما بدانید باز میگردم هرگاه به من نیاز باشه برای رهایی شما برمیگردم. این تئوری میترائیسم، تئوری بازگشت، تئوری سوشیانت از اینجا گل میکنم بیر. بعد مهدی، امام حسن عسکری که امام یازدهم شیعیانه، ایشون 28 سالش میمیره. چون 28 سال هم همش زندانی بوده تو یک پایگاه نظامی، تو پایگاه نظامی. بعد تو پایگاه نظامی سختی بوده، میگفته من امروز با یک کنیزه خوابیدم، بچه دار شد از من، امروز با اون خوابیده از اون بچه دار شده. چون میخواسته تشبیخ کنه بشر و جهان و مردم و مریدان و موقع خودش که نادره من این حامله کرده بچه دار. ایشون میمیره در سال 260، حسن عسکری میمیره. یه پسری داشته، اون پسرش مهدی، میگن 255 تازه هجری به دنیا میاد، یعنی وقتی میمیره 5 سال است. بسیار روایت هست که این بچه هم میمیره اما دکانش نمیمیره. یه دکانی وا میکنن از همون سال 260، دکان وا میکنن برای این که بشن جانشین، سخنگو، سفیر، گوینده، نایب امام زمان. اولی داشت همون سال، بعد نواب اربعه، یعنی نمایندگان 4 نماینده، نواب اربعه. یعنی سال 260 عثمان فرزند سعید، ببین یارو اسمش هم عثمانه، اسمش هم عثمانه. عثمان سال 260 اعلام میکنه که من سفیر مهدی هستم،
از طرف مهدی 5 ساله من برای شما پیام میارم، شما لطفا پولا رو بدیم. اصلا موقع است که یک امپراتوری پولی ندارن، از مالی و از این عالیه اینا. گلستان برای شما میزنن، احمد شاملو میزنن، رضا قطبی درست میکنن، امکانات بزرگ، جایگاهی بزرگ، چاپونای بزرگ برای بهمنی وام میکنن، فلان قوی ان، پول دارن. به مدت 5 سال عثمان سفیر، عثمان میمیره. وقتی که میمیره عثمان، فرزندش محمد فرزند عثمان جوی باباشو میگیره. از سال 265 تا 304 این پسر یاروی که پولا رو میگیره و به عنوان نماینده نایب تلال دوم یه هم میفته میمیره. حسین نوبختی از سال 304 تا سال 1126 نماینده سومه از طرف امام زمان. امام مهدی فالس با نماینده شیم پولا رو بیارید ولی فقیه امام زمان. من حسین نوبختی 326 میمیره، فرزند محمد سمری، یه فرد دیگه به نام علی، فرزند محمد سمری 326 دهنه این نیابت و سفارت و نمایندگی یارو رو میگیره دستش تا 329. حالا 329 که این داره میمیره، همین علی احمد صبری، جالبه که خودش میاد میگه که امام زمان برای من یک نامه نوشت. این متن نامه رو من منتشر کردم سالها پیش، میتونید روی اینترنت گوگل بزنید امام زمان سیاوش اوستا به فارسی، امام زمان کی مرد سیاوش اوستا رو کنارش بزنید، این نامه رو بخونید. در این نامه ای که خود سمری یعنی نواب اربعه بودن، عراب چهارمین که داره میمیره، سال 329 سال 329 هجری 1100 سال قبل وقتی که میمیره، قبلی که بمیره، میگه آقا مهدی بر من این نامه نوشته، گفته از این بعد که تو بمیری دیگه هیچ کس نماینده من نیست، چون من خودم هم دارم میمیرم، به هیچ کس هم من نمایندگی نمیدم و هیچ کس هم سفیر من نخواهد بود و هر کس هم آمد گفت دروغ است، هر کس آمد مدعی شد که نماینده منه برای من دروغ. این داشته باشید، تو این میاد حرف میزنه، میگه ولی تا روزی که یک سفیانی بیاد که بر شما ستم کنه، اونجاست که حق میاد و شما فرمون اسم سفیانی میره. یعنی اولا تا آخرش شما ببینید، یعنی تا اون موقع باطل نبوده، آقا بابای خودت که تو محاصره بوده، آقا خودت که نواب داشتی عربه، همه حکومت های عباسیان و قبلش امویان و بعدش اینا همه که باطل بوده، سفیانی میاد یعنی چی؟ مثل که خامنه ای میگه روز که جنگ ما با یزیدیان، یزیدیان خیلی متمدن و پیشرفته و مترقی تر از جناب علی بودن، بچه های ما رو ناجوان مردانه دختر و پسر رو میزنید میکشید، اینقدر کشتین توی چهاردقن که دوربین نبوده و اینستاگرام و اینا که فیلم بگیرن میزنن، الان که فیلم میگیرن میذارن، شما بازم از اون نمیرین، چی داری میگی سفیانی؟ خب این بهانه میشه که وقتی خود یارو میگه آقا من دیگه نماینده ندارم، در این رابطه من شرح کامل دادم، یعنی حتی کتابی که من در ایران نوشتم در اونجا حتی به این مسئله پرداختم، وقتی کتاب پیشتاز مبارزات خلق رو درست هنگام پیروزی انقلاب سیاه نوشتم، من جریان امام زمانی که مرده است وجود نداره، چون ما با این انجمن حجتی از قدیم درگیر بودیم، این مسخره بازی استعماری رو از قدیم باش درگیر بودیم، ولی شوربختانه پول، همین که میگم پول مهمه، شما وقتی پول بریزی تو دست پا، اصلا شما الان نظر بگیرید اکثر نویسندگانی که تو روزنامه ها، جراید، مجلات، رادیو، تلویزیون هستن که تکست میذارن جلوش اینا میخونن، نه معلوم تکست میخونن، یا اصلا رو پر موضوع میگن بخون، یا میشن میخونه برای پوله، عقیده نیست که، اندیشه نیست، برای پوله، هر کی پول رو داد میخوند. من خودم رادیو دارم، من خودم تلویزیون دارم، 45 ساله دارم، از تو مشهدم وقتی که انقلاب شد، اوایل انقلاب دست من به رادیو تلویزیون ساخرسان، ما نویسنده داشتیم، فلان داشتیم، می‌نوشتیم، همینجا من خودم می‌نوشتم، بچه‌ها اصلا مرده، بچه‌ها اصلا زنده، با
بچه های هستن هم در بالاترین ارگان های رادیو تلویزیون ایرانی جهان دارن کار میکنن، خیلی دوستشون هم دارن، دستشون هم درد نکنه، خوب کار میکنن. اوکی اونش مشکل همینا برای من کار میکرد، من مینوشتم اینا رو میخوندن، میدونستم یارو فکرش چیه، فکرش میدونستم چیه، میخواستم نگهش دارم، میخواستم اطمینان کنم، مطالبی مینوشتم علیه فکر خودش که امکان داشت من خودم هم بسلون فکر کنم، عمدن مینوشتم اینم این میخونه، تو رادیو تو تلویزیون هم میخوندن. الان هم همینه، حالا برای همین با پول این سفیانی و یمانی الان تو ایران جنگ بعدی اینه بچه ها. برای همینی که من اون دفعه بهتون گفتم که خروج این سربازانی که اینا وارد کردن چند میلیون رو باید با پلیس هم رو کاری کنید بیرون کنن، چون الان یادتون نره وقتی که الان این فقها که ابلهن استعمار زرنگه، اینا قبلا فهم می‌کردن جنگ جنگ آدماست. قاسم سلیمانی بینا گفت من 6 تا 7 تا برای شما ارتش سپاه درست کردم، مثل که فهم می‌کردن زمان صدام حسینه که اینا باید از رو میرد بشن برن اوبر مرد. تو که الان جنگ میخوای بکنی تو داره که نفرات نندر محصاب نمیشه که، تکنولوژیه، نمونهش روسیه. روسیه الان 2 ساله داره با اوکراین میجنگه، فسقلی مملکتی 2 ساله داره بهش میجنگه، بزرگترین جمعیت جهان رو داره روسیه، جمعیت جهان سرباز میخواد مثل موریانه میفرسته اوکراین میگیره، نتونسته بگیره چون سیاهی لشکر الان به کار نمیاد. حالا اینا اشتباهی که کرده بودن این بود، برای همین بود که حتی علم الهدا، راستی بچه های افغانی هر کدومتون خواسته میکنم برین حمله کنین خونه علم الهدا رو بگیرین، خودش گفته ما انصار و مهاجرین هم، ما اینا رو باید پذیرایی کنیم، مهاجرین هم آدم، شما مهاجر برید پدر سوخته تمام خونه زندگیشو بگیرید، این علم رو دویم بشد یک گازدن یا بزنید ما تحتش پدر. خب اینا موقع اینا رو آوردن به عمد هم آوردن، چرا جلیلی که خودش افغانی میزن رئیس شورای امنیت اینا رو بیاره، چرا شمخانی که خودش عراقیه بعثیه بچه جنوبه و منصورینی که ساخته و پول صدام حسین بود ساخته، بعثیه بعثیه دیگه الان سردارن فلان تو ایران، چرا رو میذارن شورای امنیت ملی؟ چرا؟ چون وارد کنه، ایران برای اینا مهم نیست، ایران مهم نیست، سرباز وارد کن. ولی الان تازه اگرم فهمیدن دیره، سرباز نمیخواد که یک کشور جنگی که میخواد بود، تکنولوژی الان اسرائیل چقدر آدمش؟ چقدره؟ سرویس کرده همه تون رو، همه تون دنیا ازش میترسه، دنیا ازش میترسه، دنیا از تو یادتون نره تو غربیا به مراتب فاشیستر و ضد یهودی ترن تا کشورهای مسلمان و اسلام، چون با اینا زود کنار میاد چرواشون میره اندر، ولی اینا زیر آتشن، خاکستر زیر آتشن، ولی همه میترسن، ابا جهانن. انگلیس ملکه داشت، حالا پادشاهش میترسه، بچهش میاد بازوبند هیتلر رو میزنه بیرونش میبرن، میترسن همه. کجا جمعیت داره؟ کجا 50 میلیون 40 میلیون سرباز بیگانه رو وارد کرده؟ پس مهربان یاران، زرنگ باشید، باهوش باشید، بدونید خطرها چی از امروز بهش توجه کنید. آخرین هم به تو میگم، نرگس مادر مهدیه، ملیکا یا نرجس، نرگس اسمشه. این خانم اهل رومه، شیعه هم رومیه، همچنان که روم اسلام رو میسازه، این هم یاد بگیر بچه، زن امام حسن عسکری که میشه مادر امام مهدی، مادر امام مهدی نرجس اهل روم هست. ببین روم برای چی ساخته انگلیس و غرب و اینا. با سپاس از مهربانیاتون، از برادرم امیر شجره سپاس گذارم، از خواهر نازنینم مرجان جان عزیز سپاس گذارم و همه شما بدرود میگم تا درود دیگر. آیا تا به امروز میدونستین نام جغد چیست؟ آیا واقعا جغد شوم هست؟ در متن‌های کهن باستانی جغد را هومورو می‌خوانند، یعنی پرنده دانا. در کتاب‌های قصه نیز این پرنده عینک به چشم دارد و به بقیه حیوانات پند و اندرز می‌دهد. اما شومی جغد بعد از ورود تازیان به ایران بر سر زبان‌ها افتاد. غذای این پرنده سوسمار، مار، مارمولک و موش بود، یعنی غذای تازیان را می‌خورد. پس تازیان آن را پرندهی شوم می دانستند. در کتاب اوستا از جغد با نام اشوزوشت یاد شده، یعنی فراری دهنده دیوها و پلیدیها و زشتیها. برای اطلاع تاریخ ایران لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. اثر سیاوش اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش
و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. این ارمغان های اهورایی را با یک کلیک سفارش بدهید. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شد، بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه هفت هزار ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن.